درود بر شما همراهان خوب کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از حمله تند و جنجالی مهناز افشار به آقای داریوش اقبالی و افشاگریش از ماجرای پشت پرده برای فرارش از ایران. با ما همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. داخل مردم هم خارج هم ساکت. این یه معنی میده. اینجا خارج هم کشور در کل عرض میکنم. این فشار و زور و باطوم رو عرض کنم سرنیزه نیست که مردم نیان به میدان. فقط امیدوارم در وهله اول سیاسیون که 45 سال به نظر من کارنامه بسیار سیاهی دارن، بسیار فعالیت کردن و این همه از همبستگی گفتن، هیچ موقع معنی همبستگی رو نفهمیدن. برای نجات اون مملکت باید از منیت گذشت، از غرورهای کاذب گذشت، هدف ایران باشیم، به ایران فکر کرد و پذیرش تفاوتامون رو عرض کردم. اینجا نرسیم اون بینش، اون خرد در ما به وجود نیاد، به جای مخالفت بگیم متفاوتیم. ما کماکان هیچ امیدی به آینده نخواهد. واقعیت تلخه ولی باید پذیرفت. مملکت ما در حال سقوط، در حال سقوط و الان یه سهم مردم خارج نشین ها یه سهمی دارن، داخلی ها هزینه دادن. و من در یه ترانه دیگه که خوندم خیلی یک واژه زیبایی رو اردلان بزرگ میاره: نام خیانت ها چرا بر سفره تپانده است. من در سن خودم، در شرایط خودم فهمیدم چقدر واژه خائن سنگینه، بار سنگینه، ولی چقدر منفعت شخصی، منافع شخصی باعث شد همه چیزو زیر پا بذارن یه بیده و اون وطن رو به اینجا برسن. خیانت بسیار به مملکت شده، خیلی در تاریخ اسمشون خواهد اومد که کیا خیانت کردن. و امیدوارم مردم نازنین ما فقط دست از واژه های اسم و سیاست بازی ها در دست برداریم. ما الان به رهبر مقتدر احتیاج نداریم، به رهبری که انسانیت بشناسه. همونطور که مطمئناً در فضای مجازی در روزهای گذشته ویدیوهایی رو مربوط به کنسرت اخیر آقای داریوش اقبالی در ونکوور کانادا دیدید، ایشون در قسمتی از این کنسرت حرفهای تند و جنجالی زدند که با انتشار این صحبتها در فضای مجازی جنجالهای زیادی برپا شد. آقای داریوش گفته سیاسیون در 45 سال اخیر هیچ کاری نکردن و آدمهای کثیفی هستند. اونها کارنامه سیاهی دارند و به نظر می رسید که این حرفها رو خطاب به شاهزاده رضا پهلوی و اپوزیسیون خارج از کشور می زنه. در ادامه هم گفت خیلی ها اسمشون در تاریخ خواهد اومد که چه کسانی به مردم ایران خیانت کردند. ما الان به یک رهبر مقتدر احتیاج نداریم، به رهبری احتیاج داریم که انسانیت داشته باشه. اون در ادامه گفت به نظر من در این 45 سال سیاسیون کارنامه سیاهی دارند، بسیار فعالیت کردند اما هیچ کدوم هیچ موقع معنی همبستگی رو نفهمیدند. برای نجات مملکت باید از منیت گذشت، از غرورهای کاذب باید بگذرن. که بعد از انتشار این ویدیو طرفداران دو آتیشه شاهزاده رضا پهلوی با آقای داریوش حملات زیادی کردند و ماجرای اعتیاد و زندانی سیاسی بودنش رو پیش کشیدند. حالا ما مهناز افشار، بازیگر معروف و مشهور ایرانی
که البته بعد از ازدواجش با آقازاده حکومتی یاسین رامین با حواشی و جنجال‌های زیادی مواجه شده بود و بعد از لو رفتن پرونده شیر خشک‌های فاسد و پولشویی و فساد مالی همسرش، اون هم در سینما بسیار کمکار شده بود و مورد هجمه‌های مختلف از سمت طرفداران و بینندگان کارهاش قرار گرفته بود، حالا در توییتی به داریوش اقبالی حمله کرده. اما این حمله متفاوتیه. اون در شبکه اجتماعی ایکس یا همون توییتر نوشته: آقای داریوش عزیز، من عاشق صدای شما و بسیاری از ترانه های شما هستم و بارها هم به خودتون انتقال دادم و حتی نوشتم. شما هنرمندی هستید که بسیاری از آثارتون سیاسیه و به عنوان یک هنرمند شخصا هم علاقه زیادی برای ورود به مسائل سیاسی دارید. امروز از خیانت به تاریخ ایران میگویید، در حالی که هنوز تکلیف شما با فتنه 57 و نابودی ایران برای خیلی از ما طرفدارانتون مشخص نیست و امروز که مردم برای تغییر سرنوشتشان رهبر خودشون رو صدا میزنن، شما میگویید نیازی به رهبر مقتدر نداریم. نیاز به رهبری داریم که انسانیت بشناسه و برای انسانیت بجنگه. شما که تا به حال از شاهزاده رضا پهلوی رفتار غیر انسانی ندیده اید، در حیرت هم که چرا باید با اقتدار ایشون مشکل داشته باشید. سوال مهمتر برایم این است: وقتی این دغدغه را بیان میکنید، به واقع رهبر مورد نظرتان که انسانیت میشناسد چه کسی است و چرا صادقانه او را معرفی نمی کنید تا ما هم بدانیم و بررسی کنیم؟ اما وقتی از انسانیت میگویید، ناچار هستم به یاد تجربه تلخ خودم با شما بیفتم. من به دلیل 3 پرونده مجبور به خروج از وطن و غربت نشینی شدم. اول تبلیغ علیه نظام و تحریک جوانان به بیهجابی، دوم تحریک مردم به آخوندکشی و سوم هم تبلیغ داروی نالوکسان، یعنی به عبارتی شاید حداقل 30% دلیل غربت من اعتمادم به شما بود. در جایی که از من تقاضا کردید داروی نالوکسان رو به مردم ایران معرفی کنم و من خیلی دلی از روی علاقه فراوانم به شما اون رو انجام دادم، در حالی که نمیدونستم چه منافعی ممکنه نصیب بنیاد آینه شما بشه. و وقتی وزارت بهداشت به دروغ بر علیه من طرح شکایت کرد که این دارو آثار کشنده دارد، شما حاضر نشدید شکایت دروغین جمهوری اسلامی رو برملا کنید و اعلام کنید که شما از من درخواست کردید و این دارو مورد تایید سازمان جهانی بهداشت است و مسئولیت آن را عهده‌دار شوید، که اگر شما آن روز با انسانیت و همبستگی رفتار می‌کردید، شاید عواقب سنگین اون پرونده به کام من هم شیرین میشد. بله، نیاز امروز ما همبستگی در برابر دشمن مشترک است. من امروز در تلاش هستم اشتباه خود در حمایت از لیست امید را جبران کنم و به جاز شما بزرگترها نیز اشتباهات سنگین رو بپذیرید و جبران کنید. همبستگی و انسانیت را در عمل نشان میدهند از 57 تا به امروز. بعد هم عکس‌هایی رو از احضاریه دادگاه که به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود رو منتشر کرده. اون همچنین در توضیحات در ادامه نوشت: آقای داریوش بنیادی دارند که سالها کارشون در این موارد بوده و موضوع شکایت و جو درست شده برای من اون زمان به خصوص این بود که وارد مافیای دارو شدم و دارم از این ماجرا سود می‌برم. زمانی که آقای داریوش این تبلیغ رو خواستن، من بهشون گفتم بنیاد پشت این اطلاع رسانی قرار میگیره. گفتن بله و من بدون هیچ درخواست مالی این کار رو براشون انجام دادم و یادم استوری هم کردن. وقتی بعد از انتشار از من شکایت شد، من تازه فیلم قسم رو تموم کرده بودم و چند بار بهشون پیغام دادم که برای اذهان عمومی حمایت بنیاد ایشون و خودشون میتونه کمک باشه و ایشون دیگه جوابم رو ندادن. من زمانی که ایران بودم هرگز از نام بردن هنرمندان خارج از کشور ترسی نداشتم و بابتش چندین بار منو خواستن و جواب هم پس دادم. برای من حمایت آقای داریوش در آن زمان قطعا طعم تاوان رو قابل تحمل میکرد و من یک تنه اسیر اونها و از خان عمومی نمیشدم. برید چک کنید و ببینید در اون زمان ارتش سایبری جمهوری اسلامی بابت دارو و نالوکسان چه قصه هایی برای من ساخت، مثل شیر خشک و حب الحسین و تشویق به آخوندکشی و غیره. و من سال 2019 قبل از ممنوع الخروج و جلب از کشور خارج شدم و برنگشتم. فکر میکنم حق هر آدمیه که به مشوقش اعتراض کنه چرا خود نماندی و نبودی، به خصوص وقتی مدعی اخلاق و همبستگی هستی.
هرچند که بعد از این ویدیوها و این توییت ها در فضای مجازی هنوز هم که هنوزه و بعد از گذشت 4-5 روز از اون صحبت های آقای داریوش و این حرف های مهناز افشار، ماجرا بسیار داغه و همه طرفین به همدیگه حمله می کنن. هرچند که در این میان آقای شاهزاده رضا پهلوی هیچ صحبتی نکرده و هیچ واکنشی نسبت به این ماجرا نشون نداده. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله در کنار ما باشید تا از ویدیوهای جدیدمون زودتر با خبر بشید.